سرخط خبرها. تأکید بلینکن بر همکاری میان آمریکا و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای ایران. تأکید وزیر خارجه جدید اسرائیل بر جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای. ونزوئلا هم حال ایران را گرفت. بازتاب موفقیت سامانه‌های دفاع موشکی ایران در رسانه آمریکایی و کشته شدن 400 نظامی روسیه در حمله موشکی اوکراین. مشروع اخبار. تأکید بلینکن بر همکاری میان آمریکا و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای ایران. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با ایلی کوهن وزیر خارجه جدید اسرائیل بر تعهد پایدار واشنگتن به همکاری با تل آویو برای حفظ امنیت اسرائیل تاکید کرد. وبسایت تایمز اسرائیل دوشنبه 12 دی ضمن اعلام این خبر نوشت که در این تماس تلفنی بلینکن انتصاب کوهن به سمت وزیر خارجه در کابینه جدید اسرائیل را تبریک گفته و بر ضرورت همکاری درباره چالش‌های مشترک پیش روی اسرائیل و آمریکا از جمله آن تهدیدهای ایران تاکید کرده است. بلینکن همچنین درباره تلاش‌های مستمر ایالات متحده برای پیشبرد منافع متقابل از جمله ادغام منطقه‌ای بیشتر اسرائیل، رسیدگی به چالش‌های مشترک از جمله تهدید ایران و ترویج ارزش‌هایی که برای همه دهه‌ها در کانون روابط دو جانبه این کشور تجلی یافته صحبت کرده است. تأکید وزیر خارجه جدید اسرائیل بر جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای. وزیر خارجه دولت جدید اسرائیل در اولین سخنرانی خود بعد از انتقال قدرت درباره تهدید برنامه هسته‌ای ایران صحبت کرد و اظهار داشت که تل آویو دستور کارش را بر گسترش قابلیت‌های نظامی خود و ایجاد یک جبهه بین‌المللی متحد علیه جاه‌طلبی‌های هسته‌ای تهران متمرکز خواهد کرد. وبسایت تایمز اسرائیل دوشنبه 12 دی جلسه معارفه ایلی کوهن وزیر خارجه دولت جدید اسرائیل در مقر وزارت خارجه این کشور را پوشش داد و به نقل از او نوشت کشورهای جهان باید از سر درشن کردن چشم پوشی دست بردارند. وزیر خارجه اسرائیل همچنین با اشاره به فعالیت‌های ماجراجویانه ایران در منطقه خاورمیانه گفت متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای هستیم. ایران فناوری‌های پهپادی و ساخت موشک‌های دوربرد خود را توسعه داده و از فعالیت‌های تروریستی در جهان پشتیبانی مالی می‌کند. او همچنین بر افزایش توانمندی‌های نظامی مستقل اسرائیل در پاسخ به سناریوهایی که ایران در پیش دارد تاکید کرده و گفت برای تشکیل ائتلافی بین‌المللی علی جهت برچیدن برنامه هسته‌ای نظامی ایران خواهیم کوشید. ونزوئلا هم حال ایران را گرفت. مادورو در کنفرانسی خبری اعلام کرد که ونزوئلا آماده است و کاملا هم آماده است تا فرایند عادی‌سازی روابط دیپلماتیک، کنسولگری و سیاسی را با دولت کنونی آمریکا و دولت‌های بعدی این کشور برقرار کند. به گزارش جماران، به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد که دولتش کاملا آماده است تا روابطش را با آمریکا عادی‌سازی کند. روابط دو کشور از سال 2019 قطع شده است. مادورو تاکید کرد ما آماده مذاکرات در سطح بالا به منظور برقراری روابط بر اساس احترام هستیم. وی در ادامه گفت که روابط با اتحادیه اروپا به شکل خوبی پیش می رود و گفتگوی همیشگی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برقرار است. بازتاب موفقیت سامانه‌های دفاع موشکی ایران در رسانه آمریکایی. رسانه آمریکایی فوربس با اشاره به موفقیت سامانه‌های دفاع موشکی ایران از جمله باور 373 نوشت که ایران در آزمایش جدید خود انواع سامانه‌های موشکی را با موفقیت آزمایش کرد. نشریه آمریکایی فوربس روز دوشنبه به وقت محلی در گزارشی نوشت حدود دو ماه پیش بود که ایران از نسخه جدید سامانه دفاع موشکی باور 373 با برد افزایش یافته رونمایی کرد و گفت که این موشک‌ها با موفقیت یک هدف را از 186 مایلی منهدم کردند. در این گزارش آمده است باور 373 که در ماه اوت سال 2019 در نیروهای نظامی ایران به خدمت گرفته شد، نقش پدافند هوایی این کشور را بازی می‌کند.
و کشته شدن 400 نظامی روسیه در حمله موشکی اوکراین. وزارت دفاع روسیه تاکید کرد که کیف محل استقرار موقت نیروهای نظامی روسیه در منطقه ماکیفکای دونسک را با 6 موشک هیمارس هدف قرار داد. طبق اعلام مسکو، 2 موشک از 6 هیمارس آمریکایی شلیک شده توسط سامانه‌های دفاع هوایی ساقط شد و در نتیجه اصابت 4 موشک دیگر 63 پرسنل نظامی روسیه کشته شدند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، نیروهای این کشور هم با انجام یک حمله دقت بالا محل استقرار موقت مزدوران خارجی در منطقه دونسک در دونباس و در خارکیف را مورد اصابت قرار دادند که در نتیجه آن 70 مزدور خارجی از بین رفتند و بیش از 100 مزدور زخمی شدند. همچنین طبق این بیانیه، ارتش روسیه 30 نظامی اوکراینی را از بین برد و 2 خودروی زرهی و 3 خودروی دیگر ارتش اوکراین را در نزدیکی کوپیانسک منهدم کرد.